مسئله احتمال وقوع جنگ در ایران امروز بیشتر از هر موضوع دیگری در جامعه ایران و روزنامه‌های جمهوری اسلامی مشخصاً مورد بحث قرار می‌گیرد. از مدت‌ها قبل تروریسم دولتی غرب سیاست‌های تحریم همه جانبه اقتصادی علیه ایران را در دستور کارش قرار داده بود. در روزهای گذشته هم اتحادیه اروپا صنایع نفت ایران را تحریم کرد. ظاهراً دو طرف این قطب‌های تروریستی یعنی جمهوری اسلامی و غرب خودشون رو آماده جنگ تمام عیاری میکنن. در سایت های خبری غرب هم اومده بود که در روزهای آینده ناوهای جنگی انگلیس و آمریکا به منطقه خاورمیانه و مشخصا خلیج فارس ارسال میشن. آیا پس از سیاست های تحریم همه جانبه اقتصادی خصوصا در بخش صنایع نفت مسئله و گزینه جنگ قوت بیشتری میگیره یا نه؟ سوالی که امشب با آذر ماجدی عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در میان میذاریم. آذر ماجدی خوش اومدین به صدای کمونیسم کارگری. خیلی متشکرم. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش. آذر ماجدی، تحلیل شما از رخدادهای هفته های گذشته و مشخصا چند روز گذشته در بینابین جدال دو قطب تروریستی جمهوری اسلامی و غرب چیه؟ ببینید، واقعا همه نگرانن اینکه آیا واقعا جنگ انجام میگیره یا نه. نمیشه اینو روشن با قطعیت اعلام کرد، ولی تنش میان این دو قطب تروریستی روز به روز داره شدیدتر میشه. همین یکی دو روز پیش بود که اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریم رو اعمال خواهد کرد، تحریم نفت رو. همین الان همه دارن از حتی قبل از اینکه این تحریم به این شدت اعلام بشه داشتن از بالا رفتن قیمت ارز و قیمت طلا صحبت میکردن و اینکه اخباری که از کشور به گوش میرسه از فقر و فلاکت و فشار و محدودیت های اقتصادی و اجتماعی وسیع و گسترده بر اکثریت مردم جامعه هست، مردم محروم، مردم زحمتکش و کارگر. دیگه جونشون به لبشون رسیده، به نون شبشون محتاجن، برای نونشون هم باید بدوئن، برای حقوقشون باید بدوئن. بیکاری افزایش پیدا کرده، کلی انفجار و عدم ایمنی در محیط کار، کلی کارگر رو تو همین مدت جونشون از دست دادن. این شرایط واقعا اسفناکه. در نتیجه باید گفتش که واقعا جای نگرانی هست و واقعا باید تلاشامون رو بکنیم که به هر شکل ممکن هم جلوی شکل‌گیری جنگ رو بگیریم، هم جلوی تحریم‌های اقتصادی رو تا اونجایی که ممکنه مانع بشیم و همین رژیمی که اساس و پایه تمام این محرومیت‌ها و بدبختی‌هاست به زیر بکشیم. ما بارها این رو شنیدیم در ادبیات کمونیسم کارگری و همچنین نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری و مطالب خود شما که جمهوری اسلامی و سرانش از جنگ حمایت میکنن، همونطوری که به هر حال مردم هم یا در خیلی جاها شنیدیم که جنگ برای جمهوری اسلامی موهبته. این مسئله معنای واقعیش چی هست و وضعیت مردم در صورت احتمال وقوع جنگ چطور میشه؟ ببینید، جمهوری اسلامی دچار یک بحران عمیق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تو جامعه هست. مردم میخوان این رژیم سر به تنش نباشه، مردم میخوان این رژیم رو به زیر بکشن. دقیقا به خاطر همین مسئله هست که جناهای رژیم مدام به جون هم میفتن، یه جناح یه تیکه رو میزنن کنار، جدال میره بین یه عده دیگه. قبلا بین دو خردادیا بود، بعد اونا رو زدن، بعد یه چیز سبز علم شد، بعد اونا رو زدن، بعد بین احمدی نژاد و خامنه‌ای اتفاق افتاد. اینها به این خاطره که دو جامعه یک بحران عمیق رو داره از سر میگذرونه. به همین خاطر این جناهای رژیم هی تیکه تیکه میشن، هی به جون هم میفتن، یه تیکه میزنن کنار، بقیه دو به جون هم میفتن. دزدی، فساد بیداد میکنه تو این جامعه. همین پولایی که این اخیراً از بانک مرکزی دزدیدن و همه جا صداش هست، پولهایی که تمام این کثافت ها و دزد های سر گردن دارن از زندگی مردم، از سفره مردم میدزدن و با خودشون بیرون میبرن از کشور. اینها وضعیت اسفناک جامعه است.
رژیم خب دنبال یه شرایطی میگرده که همیشه بتونه یه جوری با هیاهو، این رژیم به این عادت کرده، به بحران عادت کرده، و تو بحران با زدن مردم، با سرکوب زنا، با علم کردن بحث حجاب و آپارتاید جنسی، با علم کردن دعوا با کشورهای دیگه، با تروریسم دولتی، علم کردن تروریسم اسلامی یه گوشه دیگه، اینطوری سر پای خودش مونده. و الانم یه جنگ و درگیری بین این دوتا وجود داره. از اون طرف تروریسم دولتی داره فشار میاره، از این طرف جمهوری اسلامی بد و بیراه میگه، سفارت انگلیس یه روز میره میگیره، یه روز میگه تنگه هرمز رو میرم میزنم. این تنش داره این رو میبره جلو، و تو این وسط، تو این وسط، تو این دعواهای بین این دوتا قطب، اون کسایی که قربانی میشن مردمن، مردم عادی، مردم محروم، مردم زحمتکش این جامعه هستن که دارن قربانی میشن و زندگیشون با این وضعیت اسفناک روبرو هست. ما باید به این وضعیت خاتمه بدیم. در طول به حال این چند سالی که مسئله جنگ و تحریم های اقتصادی مدامن وجود داشته علیه جمهوری اسلامی ایران، شاهد مواضع مختلفی از گرایشات مختلف سیاسی بودیم. ارزیابی این گرایشات رو شما چطور ارزیابی میکنین؟ گرایشاتی که به حال فعلا موجود هستند در سطح سیاست در ایران، از جمله نیروهای راست پروغربی، نیروهای ملی اسلامی، چپهای سنتی و غیره. ما همواره از وجود سه تا جنبش اصلی تو جامعه ایران صحبت کردیم. یکی جنبش ملی اسلامی هست که اینها از طیف نمیدونم دو خرداد و اون چیزی که به سبز نامیده میشه گرفته میشه تا حتی بخشی از طیف اون جریاناتی که به سازمان چپ معروفن. یه طیف دیگه هست ناسیونالیسم پروغربه که خواهان احیای یه چیزی مثل رژیم قبلی، حالا یا با شاه یا بی شاه، بعضیشون مدرن ترن، بعضیشون کمتر مدرنن، ناس بر ناسیونالیست پای می فشارن، می خوان یه نظام سرمایداری داشته باشن که از گرده کارگر کار می کشه و در اصطلاح سیستم جهانی ادغام شده. یکم جنبش کمونیسم کارگری هست که یک بخش وسیع از جنبش کارگریه و بخش وسیع از مردم آزادی خواه برابری طلب رو میشه تو این جنبش قرار داد و حزب اتحاد کمونیست کارگری هم به همین جنبش متعلقه. این جنبش ها در رو میشه عکس العمل هاشون و برخورد هاشون رو به موضوعات مختلف تو سطح جامعه دید. در رابطه با تحریم اقتصادی، اول بخشی از جنبش ناسیونالیسم پروغرب و بخش از جنبش ملی اسلامی هم رفتن پشتش. اینها لیبی رو دیدن، دیدن تو لیبی ناتو رفت، رسما دخالت کرد، رفت وسط صحنه، و اتفاقی که افتاد این شد که تونستن رژیم قذافی رو به زیر بکشن، خود قذافی رو بکشن و بعد یه رژیم دستساز دیگه ای که ارتجاعیه مثل همون رژیم قذافی رو به کمک ناتو اومد سر کار. اینو که ناسیونالیسم پروغرب دید و بخشی از ملی اسلامی ها، فیلش یاد هندوستان کرد، گفت آره این راهشه، ما باید یه کاری بکنیم که ناتو تو ایران هم وارد جنگ بشه تا ما بتونیم به قدرت برسیم. برخورد شدید و تند جریانات مخالف این سیاست از جمله ما باعث شد که اینا بعضن موضعشون رو پس گرفتن و سعی کردن که با شرم و اینا خودشون رو جمع و جور کنن. ولی الان دوباره ما میبینیم که بحث از این میشه که خب بالاخره هزینه باید پرداخت، آزادی که همینطوری نمیشه، تحریم نمیدونم فلان بیسار. به یک معنا بخشی از این جنبش حتی اگر الان زیر فشار و آبروش رفته و مجبور شده یه قدم عقب بنشینه، اینا در تحلیل نهایی موافق دخالت تروریسم دولتی هستن، چون میدونن بدون دخالت تروریسم دولتی اینا نمیتونن به قدرت برسن. اگه مردم انقلاب کنن که ملی اسلامی ها رو نمیارن سر کار، اگه مردم انقلاب کنن که ناسیونالیسم پروغرب و حالا یا با تاج یا بدون تاج که نمیارن سر کار، مردم انقلاب کنن میخوان قدرت رو به دست خودشون بگیرن، میخوان نظامی رو بیارن که آزادی برابری رفاه رو تضمین میکنه، نه این دوتا جنبش ارتجاعی رو. در نتیجه تنها راهی که برای اینا میمونه اینه که به اشکال ارتجاعی به قدرت برسن. و شکل ارتجاعی یعنی چی؟ یعنی یه جوری ناتو بیاد همونطور که تو لیبی مبارزه مردم رو دور زد و سخت کرد و کوتاه کرد و رفت و یه جریان ارتجاعی رو به قدرت رسون، اینها هم بتونن توی ایران به قدرت برسن. کما اینکه وقتی که آمریکا و بریتانیا و متحدینشون به عراق حمله کردن، جریان ناسیونالیسم پروغرب گفتن که ویلکام بوش، ویلکام بوش، بیا ایران. هم بعد که دیدن عراق وضعش خراب شد، خودشون رو جمع جور کردن کشتن عقب. از اون طرف یه بخشی از ملی اسلامی ها اومدن گفتن اگر تروریسم دولتی حمله کنه ما پشت جمهوری اسلامی میریم.
اونها هم دارن یه کار ارتجاعی میکنن. به نظر میرسه که این دوتا جریان فقط خودشون رو تو دعوای یه طرف قطب تروریستی رو باید بگیرن در مقابل اون یکی طرف. ما همیشه موزمون این بوده که هیچ کدوم از این دو قطب رو نباید ازش حمایت کرد. ما باید قطب سوم رو تشکیل بدیم. قطب سوم یعنی چی؟ یعنی بشریت آزادی خواه متوده، یعنی مردم کارگر و زحمتکش، یعنی مردم محروم، یعنی آزادی خواهان و برابری طلبان تو جامعه ایران با حمایت بین المللی همین بخش سطح جهان. ما باید اینا رو بگیریم جلوی هر دوتا قطب بیستیم، هر دوتا قطب رو افشا و ترد و محکوم بکنیم و بگیم نه به هر دوتاشون، بگیم جمهوری اسلامی رو به زیر باید کشید اگه قرار حتی یک لحظه مردم رنگ سعادت رو زودتر ببینن، اگه قرار 100 تا اعدام، 5 تا سنگسار، 100 تا خودکشی، 1000 تا مرگ از اعتیاد، 100 هزار تا بیخانمانی رو کمتر ببینیم، باید این رژیم رو به زیر بکشیم و باید در مقابل تروریسم دولتی هم بیستیم و بهش بگیم نه تو حق نداری دخالت کنی. ما باید بتونیم با حمایت بین‌المللی بشریت آزادی خواه این رژیم رو به زیر بکشیم و مردم قدرت رو به دست بگیرن، شوراهای خود مردم قدرت رو به دست بگیره و بتونیم یک نظامی رو که آزادی و برابری رفاه مردم رو تضمین میکنه به سر کار بیاریم. آذر ماجدی، به عنوان آخرین سوال، شما وظایف فوری فعالین کمونیسم کارگری و نیروی عظیم قطب سوم و مشخصا حزب اتحاد کمونیسم کارگری در این عرصه رو چی میبینین؟ ببینید، ما همونطوری که توی این بخش از صحبت قبلی هم گفتم، کمونیسم کارگری اون بخش تحزب یافتش که ما باشیم، تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه مردم قبل از هر چیز بتونن تو تشکلات خودشون متشکل بشن. مردم غیر متشکل حرفشون به جایی نمیرسه. مردم غیر متشکل نمیتونن این رژیم به زیر بکشن. در نتیجه متشکل شدن مردم توی تشکلات خودشون، تشکلات تودهیشون مثل شوراهای کارگری، شوراهای مدارس، شوراهای دانشگاه، شوراهای محلات یک امر حیاتیه. در این حال ما مردم رو دعوت میکنیم که به حزب ما بپیوندن تا حزب ما بتونه با قدرت بیشتر و با حمایت مردم این شرایط رو علیه این رژیم بچرخونه و یه مبارزه مهمی رو علیه این رژیم رهبری کنه. از اون طرف ما تلاش میکنیم که حمایت بین‌المللی بشریت آزادی خواه رو از خواستهای واقعی و پایه‌ای مردم جلب بکنیم. تلاش میکنیم که توطئه ها و دسیسه های تروریسم دولتی رو افشا کنیم و از اون ور تلاش میکنیم که نشون بدیم که رژیم اسلامی چه رژیم کثیف و جنایتکاری هست و به هیچ قیمتی نباید کسی از این رژیم حمایت کنه. این تلاش ماست. چقدر موفق میشیم کاملا بستگی به این داره که مردم چقدر از این تلاش ما حمایت میکنن، با این تلاش ما همساز میشن و ما میتونیم با کمک مردم به جلو بریم. کاملا به این بستگی داره، ولی ما تمام تلاش خودمون رو و فعالیت خودمون رو بر این گذاشتیم که رژیم اسلامی رو افشا کنیم، رژیم اسلامی رو علیش مبارزه بکنیم، تروریسم دولتی رو هم به همچنین در مقابل جنگ و تحریم افشاگری کنیم و تا اونجایی که میتونیم نذاریم این اتفاقات شکل بگیره و از اون طرف برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه کنیم. خیلی ممنونم از شما آذر ماجدی، عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری. خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید. شب شما شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.